حکومت طالبان محدودیت‌های تازه را بر مراسم عزاداری محرم در افغانستان وضع کرده است. بر اساس دستورالعمل تازه‌ای که حکومت طالبان آن را تعهدنامه خوانده، در بعضی مناطق برگزاری مراسم عاشورا محدود به 3 روز شده و اهل تسنن نباید به مراسم دعوت شوند و شیعیان هم حق مصاحبه با مطبوعات را ندارند. در بخشی از تعهدنامه 11 ماده‌ای آمده است که اجرای مراسم باید بر اساس قوانین حکومت طالبان باشد و تنها در تکیه خانه های برگزار شود که 2 طرف توافق کردند. در ماده 2 این تعهدنامه ذکر شده که فهرست نهایی سخنرانان مراسم باید پیشاپیش در اختیار حکومت طالبان قرار داده شود. همچنین در این دستورالعمل آمده است که عزاداران اجازه ندارند به صورت گروهی و دسته‌ای وارد تکیه خانه ها شوند. عدم استفاده از بلندگو، برگزاری مراسم دهه محرم در 3 روز و توزیع نذر فقط در داخل تکیه خانه ها از موارد دیگری است که در این تعهدنامه به آنها اشاره شده است. طالبان پیش از نصب پرچم عزاداری در برخی استانها و تجمع در اماکن عمومی را منع کرده بودند. این گروه سال گذشته نیز برای مراسم عزاداری در محرم محدودیت وضع کرده بود. طالبان یک گروه سنی مذهب و تندروست که از 3 سال پیش بر افغانستان حکومت می کند. این گروه در این 3 سال گذشته به شدت حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان به ویژه شیعیان و هزاره ها را تضعیف کرده است. همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر افضلی، دلیل این رفتارهای طالبان در قبال شیعیان و عزاداری های آنان چیست و آیا امیدی برای بهبود این وضعیت وجود دارد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، عرضم به حضور شما که در واقع گروه طالبان همون گروه دهه 90 هست که به قدرت رسیدند، یعنی تفاوتی نکردند و تحول یا تغییری در اونا نیومده. در واقع اگر هم تحولی اومده، تحولات جهانی و مسائل اجتماعی بوده که اتفاق افتاده نسبت به دهه 90، یعنی 30 سال پیش. و این گروه چنان یک گروه تندرو و افراطی هست و افکار سلفی و وهابیگری در بین اونها به شدت وجود داره و به همین دلیل هست که در واقع بین گروه های داعش و سایر گروه های تندرو و طالبان تفاوتی وجود نداره. تنها تفاوت در این هست که گروه طالبان امارت اسلامی را ایجاد می کنند و خواهان اون هستند و گروه های دیگه مثل داعش حکومت خلافت را می خواهند. در واقع در ماهیت تفکر و ایدئولوژی اونها هیچ تفاوتی وجود نداره. به همین دلیل این واضح است که اونها باید مخالفت بکنند و به دلیل اینکه در دوره جدیدی که طالبان به قدرت رسیدن نمیخواهند جامعه جهانی یک باره در برابر اونها قرار بگیره، بسیاری از قوانینی رو که میخواهند اجرا بکنند با گذشت زمان و به مرور زمان اجرا میکنند و ما انتظار داشتیم که این محدودیت ها همچنان بیشتر بشه و در آینده هم افزایش پیدا بکنه، چون این ماهیت این گروه های تندرو همین هست و در واقع اینها اصلا با مذهب یا شیعیان هیچ نوع سنخیت و ارتباطی ندارن. بله. هیچوی که اینها تمام تلاششون و یکی از فعالیت‌هاشون مبارزه با جامعه تشیع هست. سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.